آقا خفن ترین موتور بده خیلی چه بدون. خفن ترین موتور برای چه کاری؟ آقا تو چه کاری میخوای؟ خب این حرف به محضی که من میزنم یعنی فروشنده میفهم میگه آقا من ناشیم، من تو باقالیم، من تو باغ نیستم. یه هواپیمایی میخوای بسازی، هلیکوپتر میخوای بسازی، هلیکوپتر میخوای بسازی، قایق میخوای بسازی، مولتیلاتور میخوای بسازی، چی میخوای بسازی؟ هواپیمایی دارم مثلا میخوام بسازم 1 کیلو وزنشه، 5 کیلو وزنشه، 10 کیلو وزنشه، یه موتور بده متناسب با اون. در ویدیو قبلی گفتیم که موتور براش و براشلس چه فرقی داره و موتورهای براشلس چه انواعی دارند. انواع موتورهای براشلس کدومه؟ اونو صحبت کردیم، میتونید ویدیوی قبلی ما رو ببینید. اما در یک ویدیو گفتیم که کاربرد موتورهای براشلس، گفتیم آقا موتورهای براشلس کجا به درد میخوره. در یک ویدیو قبلی میتونید در کانال ما پیدا بکنید. برای چه کاری نیاز داری عزیز دل برادر؟ تو بگو برای چه کاری نیاز داری، من موتور مخصوص اون کارا بهت میدم. عالی، توپ. تو مبتدی هستی یا حرفه‌ای هستی؟ میگه نه مبتدی هستم. میگم آقا بس مبتدی هستی، پس باید بری سراغ موتور این رانر، نباید بری، باید بری سراغ موتور آفت رانر. میگم آقا وزن هواپیما که میخوای بسازی چقدر؟ میگه تازه کارم، تازه میخوام یه هواپیمای مثلا برای اولین هواپیما میخوام. پس آقا پس برای اولین هواپیما تو باید بری سراغ یه هواپیمایی که حدود 800 الی 1 کیلوگرم وزنشه. پس موتور لئوپارد به دردتون میخوره. این موتور بهترین گزینه است. این موتور خیلی دور بالایی داره و خیلی قویه، میزنه موتور تو هواپیما تو میتره کنه. این موتور این رانر برای هواپیماهای جنگنده مثلا ساخت 5 6 بار که میخوام بسازم به درد میخوره. این موتور موتور سنگینیه و موتور قویه، برای شروع کار من خیلی بزرگه، به دردم نمیخوره. پس من میرم سراغ چی؟ میرم سراغ بهترین گزینه. میگم آقا بهترین گزینه چیه؟ بهترین گزینه وزن مشخص میکنه. فرض میکنیم شما رفتید یه ذره حرفه‌ای‌تر شدید، 3 تا 4 تا 5 تا هواپیما ساختید. بگید آقا حالا من میخوام یک موتوری بخرم که به درد هواپیمای مثلا میخوام یه هواپیمای سرعتی بسازم، سرعتی مثلا بالباری که گلایدر سرعتی میخوام بسازم. میگم آقا برو سراغ اسپید کنترل، چیز برو سراغ موتور اکسی، بهترین گزینه برای اینه. سرعت وحشتناک بالا، قدرت خیلی خفه، عالیه، قیمتش بالاست ولی عالیه برای این کار. بیا برو ببین. یا مثلا میگه آقا من میخوام یه جنگنده بسازم، 5 6 هواپیمام هست، یه جنگنده میخوام بسازم که موتور داخلش قرار بگه، ملخ بیرون دیده نشه. میگه آقا برو سراغ داکتفن. حالا داکتفن 60 داریم، 70 داریم، 90 داریم. این 70 داکتفن، 70 داکتفن، 70 داریم، 90 داریم، 100 داریم. آقا برو داکتفن مناسب تو بخر. چه نرمم بلند شد. عالی بود. یکی میاد بگه نه من یه هواپیمایی دارم 3 کیلو وزنشه، برای اون چه موتوری بخرم؟ میگم آقا یه موتور مثلا برو سراغ رده 50 خورده‌ای مثلا لئوپارد که خیلی بزرگترن، باتری های 6 سل یا مثلا 8 سل میخورن و الاخر. هر وقت که میگیم آقا من یه موتوری میخوام خفن باشه فلان باشه، خب میگه آقا برای چه هواپیمایی میخوای موتور خفن؟ منظور چیه؟ کدوم هواپیما؟ برای چه وسیله‌ای میخوای؟ پس من وقتی میگم مولتیروتور میخوام، طرف میدونه که موتورهای مولتیروتور باید به من بده. وقتی میگم هواپیما میخوام، طرف میدونه که باید موتور هواپیما به من بده. پس میگم آقا چه چیزی خوبه؟ بهترین موتور آخرش. آقا بالاخره بهترین موتور برای من کدومه؟ من چی بخرم که تو هواپیما بهترین گزینه باشه؟ میگه آقا چی میخوای؟ هواپیما میخوای؟ خب برو سراغ براشلس آترانر.
بهترین گزینه است. وزنه چقدره؟ تازه کاری؟ میگه آره اولین هواپیما میخوام بسازم. میگه با 235 لئوپارد اصلا دیگه در موردش فکر نکن، برو فقط بخر. اسپید کنترل 40 آمپر برای این موتور عالیه، ملخ 8:6 یا 9:6 عالیه، برو بخر راحت استفاده کن، به چیزی هم فکر نکن. پس چه چیزی خوبه برای من؟ میگه بابا اون چیزی خوبه که برای یک وزن هواپیمات مناسبه و دو مبتدی حرفه‌ای بودن تو جواب کارت میده.